درود بر شما. دهم دی ماه 1400 خورشیدی و 31 دسامبر 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر به حکومت فردی علی خامنه ای میپردازیم و آنچه هایی که به عنوان شباهت های این حکومت، البته شباهت که نه، خصوصیات، ویژگی های این حکومت و رهبری خامنه ای به عنوان یک حکومت فاشیستی و رهبری فاشیستی ازش یاد میشه، توصیف میشه. باری پرده آخرم طبق هر هفته آخر برنامه خواهیم داشت. گفتگوی داشتیم حدود 10 سال پیش با دکتر مهدی خزعلی که ایشون از جلسه پرده برداشت که خامنه ای و رفسنجانی و احمد خمینی گذاشته بودند در پیوند با بعد از مرگ خمینی و تصمیم گرفته بودند که خامنه ای بشود رهبر بعد از خمینی. جلسه ای هست بین این سه بزرگوار، آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی و آیه سید احمد آقای خمینی، و اینجا تصمیم اساسی گرفته می شود که در وضعیتی که هست بهترین گزینه آیت الله خامنه ای است و روی این باید کار بشه. و یه شرطی هم هست که در کارها ایشون با این دو بزرگوار مشورت کنن. به گفته دکتر خزعلی، این رهبر کردن علی خامنه ای در واقع برای دوره‌ای موقت بوده تا زمانی که خود احمد خمینی به درجه اجتهاد برسه به اصطلاح و ولایت خمینی بر مردم موروثی بشود با ولیعهدی احمد خمینی. حالا این که این نقشه رفسنجانی و خامنه ای بود که سر سید احمد و کلا بذارن و بعد از رهبر شدن خامنه ای حذفش کنند، یا دلیلش همراه نشدن احمد خمینی با این دو بود که نهایتا زهر کشش، سم کشش کردن، به هر حال قرار بر رهبری موقت علی خامنه ای بوده. دوره 10 ساله و بعد از 10 سال، در طول این 10 سال های سید احمد آقا جایگاه اجتهادش و عضویت خبرگانش و اینها شکل میگیره و 10 سال بعد بعضی از آقایون نظرشون که ایشون به رهبری برسن. خب 6 سال بعد بیشتر کفاف نداد، بعد از 6 سال ایشون در واقع به لقاء الله پیوستن. به لقاء الله پیوستن احمد خمینی البته زورکی بود. آقای دکتر خزعلی از جلسه میگوید که با سعید امامی مدیر قتل‌های حکومتی دهه 70 خود ایشون با سعید امامی داشته است. یکی از متدهایی نقش شد که میان داروی یک بیماری رو، یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو، یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون 100 روزی که در اون 100 شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه. اگه بخوان در واقع اندازه گیری کنن سطح سرومی اون دارو رو، تازه به این نتیجه یا دارو زیاد خورده اشتباهن یا عمدن، به هر حال دارو خودش رو اضافی خورده است. من دنبال این بودم که یه همچین چیزی وقتی مطرح شده در اون جلسه، ای کاش میشد سطح سرومی داروهای مرحوم سید احمد آقا فرزند امام رو میگرفتن و من انتظارم این بود که پیگیر بشیم یعنی عناصر خودسر، نکنه خدا نکرده فرزند و یادگار امام رو حذف کرده باشن. باری چون که دکتر خزعلی گفتن، از اول قرار بود روی رهبر شدن خامنه ای کار بشه و برای همین اون شوی مجلس خبرگان رهبری با مدیریت رفسنجانی اجرا شد سال 68 و تو همون تئاتر خود خامنه ای گفت کسی منو تحویل نمیگیره که من بشم رهبر. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری، رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ میگه از لحاظ قانون اساسی لایقش نیستم چون مرجع نیست، محل رجوع مقلدان مراجع تقلید نیست. اینا از شروطی است که در به عنوان شروط رهبر شدن در واقع در قانون اساسی
در سال 58 تصویب شده بود، رساله علمیه نداره و میگه از لحاظ شرعی هم اشکال داره رهبر شدن من، چون اعلم نیست به اصطلاح، تحویل نمیگیرن منو، اعلم تر از من هستن دست کم یک دو جین از آیت الله های مرجع و اعلم در همین مجلس خبرگانمون. ولی این ملا نقطی بازی روی قانون، قانون اساسیشون هر جا به مصلحت نظام است تغییر میکنه و کافیه خود رهبر اصلا تغییرش بده، تصمیم بگیره تغییرش بده، مثل تغییراتی که خامنه ای چند سال بعد توی اصل 44 قانون اساسی انجام داد بدون همه پرسی، در حالی که نص صریح قانون اساسیش اینه که تغییر در قانون اساسی باید بر اساس همه پرسی باشه. حالا سه ماه بعد از اون جلسه خبرگان و این صحبتایی که از خامنه‌ای شنیدین، قانون اساسی بازنگری میشود و مهمترین تغییری که میکنه چیه؟ شرایط رهبری را عوض میکنن، یعنی بر اساس شرایط سدلی خامنه ای شرایط رهبری نوشته میشه و تصویب میشه. کمتر کسی است که شک داشته باشه که مهندسی همه این مراحل با هاشمی رفسنجانی قدرتمندترین فرد بعد از خمینی بود اون زمان، که با همراهی البته یادگار امامشون برنامهشون رو پیش میبرد. تغییرات در قانون اساسیشون چی بود؟ مهمه دونستن اینا. همونطور که در نظام‌های فاشیستی اروپا و آمریکای لاتین در قرن 20 قانون اساسی این قدرت رو به پیشوا میداد، در ایران هم قانون اساسی جمهوری اسلامی این اختیار رو به رهبر، این قدرت رو به رهبر نظام مقدس میده. مثال اصل 5 این چیزیست که تغییر پیدا کرده. در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن میگردد. همین اصل 5 که براتون خوندم سال 58 که در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده بود اینجوری بود، اصل سابق یعنی. در زمان غیبت حضرت ولیعصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت از اینجا ببینین اصلا حذف میشه در سال 68 که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. اون قسمتی را که عرض کردم حذف میشه چیا بود؟ گفتم اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط. خب اینا سال 68 حذف میشه، یعنی پذیرش اکثریت مردم حذف میشه. به قول مصباح یزدی، مردم کیان که بخوان برای ولی فقیه نظر بدن، حتی برای رئیس جمهور نظر بدن؟ مصباح میگفتی که میگو همه برن رأی بدن، حالا یکی هم بکنن رئیس جمهور، تا زمانی که ولی فقیه، رهبر، پیشوا، هرچی حکم ریاست جمهوری رو تنفیذ نکنه، نافذ نکنه، یعنی چی؟ یعنی اینکه نیاد حکم بده دست آقای مثلا احمدی نژاد یا روحانی یا خاتمی یا هر کی، اون رئیس جمهور نیست که. در هیچ جای جهان چون این چیزی نیست، مگر اینکه یک رهبر خودکامه همه کاره در واقع در رأس حکومت باشه و همه چی رو باید او تنفیذ بکنه، او باید بگه این درست، رأی همه مردم درست، رأی که خودشون میکنن، حالا هرچی. خب این اصول رو به اصطلاح ربط میدن، حالا اینجا که شرط اکثریت پذیرش اکثریت مردم پس میشه، بعد میاد اصل 107 که هی میگن که رجوع میدن به اون چیه. اصل 107 میگه اون چیزی که در سال 58 تصویب شد، میگم اونجا به طور کامل رهبری شورایی رو حذف میکنه و فقط بر رهبری فردی تاکید میکنه. سال 58 اصل 127 قانون اساسی اینه: خبرگان منتخب مردم در باره
همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند. این سال 58 تصویب میشه. بعد سال 68 تبدیل به اینی میشه که الان می بینین و من می خونم. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم که خوندم براتون و 109 بررسی و مشورت میکنن. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای همه یاها و نیست یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور یعنی اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه در یکی از صفات مذکور فلان باشد، او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. یکی از همون خبرگان، اون فقها رو، یعنی که خبرگان میگن اینا به هر حال لایقن. یعنی چی؟ سال 58 قانون اساسیشون میگفت اگر آدم لایقی پیدا نشد شورای 3 یا 5 نفر رهبر خواهد بود. سال 68 اصلا شورای رهبری دیگه وجود نداره، میگه اگر لایق پیدا نشد از همون جمعی که خبرگان رهبری داره روشون تحقیق میکنه، مثلا یکیشون رو به عنوان رهبر باید معرفی کنه، شورا بی شورا. ببینید یعنی چجوری میاد چلا. کار نداریم به این که ولایت بر مردم در هر شکل و معناش یعنی گله داری، حالا اون بحث دیگر است، و یا مثلا جایگاه شورا به طور کلی در حکومت از اول قرار بود چه باشد و چه شد، و اساس اختلاف آیت الله طالقانی و آیت الله خمینی هم همین موضوع بود، مسئله شورا که آخرش هم شد حذف آیت الله طالقانی. من فقط یه نکته رو برای رفع تردید کسایی که میگن خمینی ولایت مطلقه رو در قانون اساسی نمیپذیرفت، حالا خودش هرچه بود ولی نمیپذیرفت در قانون اساسی، بگم که خودش بر این اصل اصرار داشت. پورتال امام خمینی یه تعداد نقل قول و روایت و حدیث از امروزیان آورده و ثابت کرده آنچه در قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه آمده است، یعنی ولایت مطلقه فقیه، با آرا و نظریات امام خمینی تطبیق می کند. حالا چرا مقبولیت رهبر نزد اکثریت مردم در اصل 105 قانون اساسی در سال 58 یکی از اصول و شرایط رهبری بود، برای سال 68 این مقبولیت رهبر نزد اکثریت مردم به طور کلی حذف میشه و فقط نظر و رأی مجلس خبرگان رهبری می شود تنها ملاک معرفی رهبر؟ توجهش این است که این اصلی که من براتون خوندم میخوام مطلقا مولا درزش نره به قول بازاریا و خب توجهش این است که خبرگان رهبری رو هم مردم در انتخابات اینجوری توجیه میشه، خبرگان رو هم مردم در انتخابات بهشون رأی میدن، پس نظر مردم غیر مستقیم در انتخاب رهبر اعمال میشود. خبرگان رهبری طبق قانون اینا رو همه رو پذیرفته بگیرین ها، خیلی خوب قبول. خبرگان رهبری طبق قانون اساسی خودشون وظیفش چیه؟ نظارت بر رهبر تا حتی عزل رهبر در صورت انحراف او. در واقعیت خبرگان رهبری کیان؟ در واقعیت اینه که در مجلس خبرگان رهبری نظارت بر رهبر می شود مواظبت از رهبر، حفاظت از رهبر، یعنی خبرگان رهبری که باید حتی تا مرحله عزلش یعنی بازرسی و بررسی بکنه رهبر رو طبق قانون اساسیشون، حالا می شود زائده و مجیزگوی رک رهبر. به تعبیری که من به عنوان نظارت بر رهبری رو به عنوان حراست و صیانت از رهبری تفسیر می کنم، تا آخرین
نفس انشاءالله خدا توفیق بدهد که ما از امام و انقلاب و مقام رهبری صیانت کنیم، حفاظت کنیم، حراست کنیم و باقی باشیم بر عهدی که با امام بستیم و با رهبری. این یک نمونه بود از چاپلوسی های رؤسای مجلس خبرگان برای پیشوا. همشون سخنرانی هایی که کردن دیگه این یه نمونه رو پخش کردیم. حد دقیقا همین صحبت رو میکنه در اولین نشست مجلس خبرگان وقتی که تشکیل میشه. باری میگه من نظارت بر رهبر رو تعبیر میکنم به حفاظت از رهبر. چی بگه آدم بابا؟ بعد خود رهبر چه اختیاراتی داره بر طبق قانون اساسیشون؟ از تعیین سیاست‌های کل نظام گرفته تا فرمان همه پرسی فرماندهی کل قوا، نصب و عزل فرماندهان نظامی، فقهای شورای نگهبان، رئیس جمهور، هم حکم نافذ میکنه، حکم رأی مردم نافذ میکنه برای رئیس جمهور، هم میتونه عزلش کنه هر وقت لازم بدونه رئیس جمهور، نصب رئیس قوه قضاییه، نصب رئیس صدا و سیما و غیره و غیره. یعنی تمام شاخه های اصلی به اصطلاح حکومت. این عبارت ولایت مطلقه فقیه هم سال 68 وارد میشه در قانون اساسیشون که خیلی جالبه. این شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل میشه. اون شورای بازنگری هم خمینی سه ماه قبل از مرگش اسماشون رو می نویسه و میده به دوروبریاش که قانون اساسی بازنگری بشه، چون میبینه داره میمیره و اون شرایطی که اونجا هست و هیچکی نداره. خب نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی همین علی خامنه ای بود. در جلسه بررسی بازنگری قانون اساسی سر چی بحث میکنه و استدلال به اصطلاح میاره و تأکید میکنه؟ برای مثال عرض میکنم، خامنه ای میگه من به یاد همه دوستانی که در جریانهای اجرایی کشور بودن میآورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول این 8 سالی که ماها مسئول بودیم باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر. اگر مسئله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام از ذره خدشه‌دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت. ببینین این کله اینجوریه دیگه، این مغزشون اینجوریه، این نگاه از بالا، فکر حکومت از بالا و بعد به طور مطلق حکومت مذهبی بر اساس قوانین الله با تفسیر خودشون گره کور مشکلات کشور رو اصلا ربطی به مردم نداره که بخوان مردم باز کنن، نهادهای مدنی باز کنن، نمیدونم هرچی. میگه ولایت مطلقه امر بود که این گره ها رو باز کرد. من نمیدونم جوان ها روشن فکرای اون زمان که اینا رو میشنیدن دور برای اینا بودن میفهمیدن واقعا که اینا معنیش بدترین شکل فاشیزمه و این بلایی که امروز داریم میبینیم به راحتی سر مملکت میاره، چون دوروبری‌ها دیگه بر اساس این جور تفاسیر و این جور قوانین به اصطلاح دیگه نمیتونن جیگ بزنن. قانون پدر تو در میاره، رهبر فلان، همونطور که پدر رفسنجانی در برد یا بقیهشون. اختیارات قانون اساسی برای رهبر دیگه. باری خمینی میمیره، بعد از تفسیری که میکنه، حرفایی که میزنه، نظراتی که داره در شورای بازنگری قانون اساسی، باری خمینی میمیره و خودش میشه رهبر و ولی مطلقه فقیه. خب این حکومت شترگاف پلنگی که هم میخواد انتخابات داشته باشه، هم پیشوای مسلمین و ولی فقیه مطلقه داره، اساسش در قانون اساسیشونه. اگه میبینیم مسخره بازیه و وقاحت خیلی جاها، خب این قانون اساسیه که سال 58 همه رفتن بهش رأی دادن، سال 68 هم چه بنام اکثریت رفتن بهش رأی دادن، همون موقع میلیون ها نفر گریه کردن برای مردن خمینی.
نگیم که تقصیر نمیدونم آمریکا و انگلیس از فلان است، نمیدونم کنفرانس گوادالو لوپ از فلان است. تا زمانی که این ببینید، تا زمانی که این تصمیم به خودکشی جمعی یک ملت توسط خود ملت گرفته نشه، همه اونا کشکه، کسی نمیاد پشت یک حکومتی وایسه. بعد چرا شتر گاو پلنگه؟ چون از یه طرف حکومت برآمده از انقلاب ضد سلطنتی یعنی ضد حکومت فردی است، مثلا باید بر پایه انتخابات و تغییر مدیران بعد از دوره موقت از بالا تا پایین و اینها باشه و باید دخالت مستقیم مردم در اداره امور رو داشته باشه از طریق انتخابات، و همزمان چون اسلامی است و فقها در رأس امور آمدن، باید حکومت مذهبی باشه که خدا بالا سرشه و نماینده خدا. یعنی به هیچ تفسیری یک حکومت فاشیستی مذهبی با محوریت رهبر مطلق پیشوا که همه ملزم به اطاعت از اویند، جز این هیچ حکومت مداری در جمهوری اسلامی نمیتونه بگه، نمیگه، چون این قاعده حکومت مذهبی. و میگم مصباح یزدی رو خیلی همه بهش میپریدن ولی اهانت میکردن، به قول خودشون توهین بهش میکردن، ولی حرف حساب میزد در چارچوب حکومت مذهبی، همه ملزم به اطاعت از اویه. این آدمی که همین آقای خامنه ای که تو مجلس خبرگان میگه من لایق رهبر شدن در واقعیت نیستم، همین آدم برای اینه میگم پایه های به اصطلاح قانونی براش درست میکنن، میشینه روش، میاد بالا، بعد میشه پیغمبر. به محض اینکه از مجلس میاد بیرون، از همون مجلس خبرگان میاد بیرون، میشه پیغمبر. بعد از رأی مجلس خبرگان به عنوان رهبر، اولین جلسه عمومی که میذاره با طلبه هاست. اما حالا که شده، حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. بعد از این مبعوث پنداری و پذیرش رسالت پیامبری که دیگه شده، منو پیغمبر کردن، خامنه‌ای به شیوه صدر اسلام سازوکار تشکیل یک امپراتوری اسلامی رو تدارک می‌بینه. خیلی هم زود در حوزه اقتصادی نمیذاره ستاد اجرایی فرمان امام که قرار بود موقت باشه تعطیل بشه، به سرعت گسترشش میده، تبدیلش میکنه به یک امپراتوری عظیم مالی با سرمایه غیر قابل محاسبه که تخمین زده میشود بیش از 100 میلیارد دلار. این که میگم ستاد اجرای فرمان امامو نذاشت تعطیل بشه، به این دلیله که این ستاد که یک ماه قبل از درگذشت خمینی تشکیل شد، وظیفش اجرای اصل 49 قانون اساسی بود که بر طبق اون از همه دارایی های به اصطلاح نامشروع قبل از انقلاب میرفت دست ستاد اجرای فرمان امام. بعد این ستاد موقت بود، میبایست وقتی که اون کارهای اجرایی انتقال اون دارایی ها به ستاد اجرای فرمان امام انجام شد، ستاد منحل بشه و بعد نهادهایی که میبایست به اون سرمایه ها رسیدگی میکردن، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، نمیدونم وزارت خونه ها، اینا به هر حال وارد میشدن و کار میکردن. سال 73 خامنه ای آمد یک مدیر جدید واسش گذاشت، اولا منحلش نکرد. سال 73 مدیر جدید واسش گذاشت، محمد شریعت مداری، و ستاد گرفت زیر نظر خودش، به طوری که تا امروز بخش مهمی از اقتصاد کشور و دارایی های مردم همین ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای در اختیار گرفته. رئیس بعدی شب که میدونید شد محمد مخبر. پولا رو کجا خرج میکنه خامنه ای از آغازی که افتاد روی اختیارات رهبری؟ یه قلم بهمن 92 محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای در همایش ذخایر معنوی حوزه علمی اصفهان گفت هر ماه رهبر معظم انقلاب 18 میلیارد تومان برای شهریه طلاب اختصاص میدهند که تمامی آن از وجوهات تأمین شده و یک ریال آن حکومتی نیست. از وجوهاتی که همه میدونیم که وجوهات یعنی این که به رهبر به مرجع تقلید بدن، و مثلا وجوهاتی که به وحید خراسانی داده میشه، من یه اسم فقط ببرم که اهل علم تا
طلبه ها و بچه مذهبی ها میدونن اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا اون زمان وجوهات اندکی که به خامنه‌ای وجوهی کسی نمید مثلا آیت الله مرجع تقلید کسی نمیدونه زرو همش از همون ستاد اجرایی برداشته میشد مایی ماهانه فقط به طلاب 18 میلیارد تومان میداد در 28 شهریور سال 91 یوسف طباطبایی امام جمعه اصفهان به اداره 20 حوزه علمیه در سوریه، لبنان، پاکستان و دیگر کشورهای آفریقایی از سوی علی خامنه‌ای اشاره کرد. خامنه‌ای در یک کلام یک دولت بزرگ جدا از دولتی که زیر دستشه و مثلا رئیس جمهور هم داره یک دولت جدا برای خودش ایجاد کرد و مطمئن‌ترین آدمش رو آورد تو اون دولت مشاور نظامی، مشاور سیاسی به این اسما مشاور روابط بین الملل، مشاور حفاظت و امنیت و یک سپاه 15,000 نفره تشکیل داد برای محافظت از این از خودش و از این دولت به اسم بیت سپاه ولی امر و یه سازمان اطلاعات عظیمی درست کرد که مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی کشور از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در واقع جزء بشن و زیر نظر بیت یعنی زیر نظر خودش و گل پسرش البته مشتبه حالا میرسیم بعد تو حوزه کنترل کردن روحانیت چون خیلی مهم بود دیگه گفت که من لایقش نیستم مثلا عددی نیستم بین شماها وقتی رهبر شد باید این را ساکت میکرد کنترل میکرد پشت سرشون رو نگاه میکرد که کسی اینا رو شیر نکنه خلاصه مخالفتی نشه با رهبریتش در حوزه های علمیه که میتونستن همونطور که خودش تو مجلس خبرگان سال 8 گفت حرم واسش خورد نکنن یه بخش امنیت ویژه حوزه درست کرد برادرهای طائب مهدی طائب و حسین طائب رو گذاشت مسئولشون در قم که حسین طائب از سال 88 در رأس اطلاعات سپاه پاسداران گذاشتش حسین طائب و هر آخوندی رو که احیانا مخالف پیشوا بود یا حتی منتقد پیشوا به نوعی یا حذفش کردن یا کشتن مثل آیت الله برقی یا زندانیش کردن و از حوزه اخراج کردن و غیره اینها رو قبلا من گفتم دیگه فرصت نیست در این برنامه ویژه یه حکومت فردی خامنه‌ای من میخوام تک تک آیت الله و حتی مراجع تقلیدی که از حوزه کنار گذاشته شدن توسط دستگاه اطلاعاتی بیت خامنه‌ای خدمتتون عرض بکنم بعد به اسم مثلا دادگاه ویژه روحانیت و اینا بعدن مثلا اما برای اینکه به اینجا برسه خامنه‌ای باید همه رقبا رو از سر راه برمی‌داشت نه فقط در حوزه درست کاری که استالین در اتحاد شوروی کرد رقبا رو از طریق ترور و قتل که نمونه سید احمد خمینی بود و هم از طریق فشار ابزارهای حکومتی که خودش ایجاد میکرد و میکنه اینها رو کنار میزنه در ایران ابزارهای حکومتی چه شورای نگهبان یکیشونه یه نکته رو بگم فقط شورای نگهبان فکر نکنی که با رهبری خامنه ای شد همه کاره انتخابات و الان انقدر منفوره همین خامنه ای در اولین انتخابات مجلس شورای ملی که در دوره دوم اسمش شد مجلس شورای اسلامی تو اولین دوره مجلس بعد از انقلاب در حوزه انتخابیه تهران نفر پنجم شد بعد از فخرالدین اعجازی حسن حبیبی مهدی بازرگان علی اکبر منیفر یعنی ملی مذهبی ها در واقع بعد سال 60 حکومت خمینی خواست که رجایی بشه رئیس جمهور در این دوره 71 نفر داوطلب شدن که صلاحیت 4 نفر از سوی شورای نگهبان تایید شد از 71 نفر 4 نفر سال 60 زمان خمینی بعد از ترور رجایی در شهریور 60 خمینی خواست که خامنه‌ای بشه رئیس جمهور 46 نفر نامزد شدن 42 نفر شورای نگهبان رد کرد 3 نفر بقیهشون هم قبل از روز رای گیری انصراف دادن گفتن به خامنه‌ای رای میدن گفتن ایشون گزینه اصلی هست بعد سال 64 هم که دوره دوم ریاست جمهوری خامنه‌ای بود به اصطلاح 50 نفر داوطلب شدن 47 نفر رد صلاحیت شدن از جمله باز نامزدهای نهضت آزادی فقط 3 نفر شورای نگهبان معرفی کرد به طور کلی 3 نفر حبیب الله عسکر اولادی که مرد محمود کاشانی پسر آیت الله کاشانی و علی خامنه‌ای همین 3 نفر
مهدی بازرگان بعد از انتخابات گفت چون حاکمیت میدید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چون این تصمیم میگرفت. این حاکمیت کی بود به قول مهندس بازرگان؟ خمینی بود اون موقع. این شورای نگهبانشون نگهبان استبداد رأی فقها بوده از اولی که در تیر ماه 60 تشکیل شد. بعد از مرگ خمینی خب همین وظیفش ادامه پیدا کرد. یعنی اگه خمینی هم زنده بود مرد، خب اگه خمینی زنده بود همین شیوه حکمرانی رو داشت که رهبر فعلی داره. اگر میبینیم خامنه ای با هیچ کدوم از رئیس جمهوراش نساخت، مگه خمینی ساخت؟ خمینی هم با بنی صدر نساخت و با خشونت برکنارش کرد. این ساختاره که میگم یک ساختار فاشیستی بر مبنای رهبری مطلق پیشواست که اصل 57م، نه 157م، اون مکسی که کردم به خاطر این، اصل 57م قانون اساسیشون اسمشو گذاشته ولایت مطلقه فقیه. این ولایت مطلقه به رهبر نظام مقدس، نظام مقدس این شعار نیست فقط، تقدیس میشه، توهین بهش بر اساس قوانین، توهین به نظام ولایت فقیه، یعنی توهین به نظام تایید شده توسط ولی فقیه و الله بالای سرش، و یا به قول احمدی نژاد کشور امام زمان و نظام امام زمان از این حرف. به هر حال تقدس این نظام، این اجازه میده که به تنهایی فردی که در رأسش به جای قانون تصمیم بگیره و حکم صادر کنه. بقیه اصول کشک خامنه ای قبل از اینکه رسما اولین حکم حکومتیشو به اصطلاح معروف شد به حکم حکومتی صادر بکنه، با سخنرانیایی که در علن به قول علما میکرد عملا این حکم حکومتی رو صادر میکرد. یک نفر دستور میداد علیه نهادهای مدنی، علیه مطبوعات. نمونه بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن، تیترهایی میزنن که هر کسی نگاه کنه این تیترها رو خیال میکنه که همه چیز در کشور از دست رفته است، امید را در جوانها میمیرانند، نهادهای اصلی کشور رو مورد اهانت و توهین قرار میدن. من نمیدونم مدل اینا کجاست، اینا مدلشون کیه؟ مطبوعات غربی هم اینجور نیستن. این یک نوع شارلاتانیزم مطبوعاتی است که امروز بعضی از مطبوعات در پیش گرفتن. فردای این سخنرانی که شنیدین بیش از 100 نشریه توقیف شد در دوره خاتمی که این نفسی کشیدن روزنامه، بیش از 100 نشریه توقیف شد، ده ها روزنامه‌نگار بازداشت شدن. تو مجلس ششم معروف شد به مجلس اصلاحات، اصلاح طلبات طرح اصلاح قانون مطبوعات رو آورده بودن که بتونن یه پاتکی به اصطلاح به سانسور گسترده حکومتی بزنن. روزی که این طرح میخواست به رأی گذاشته بشه و قطعا تصویب میشد با ترکیب اون مجلس، حالا کاری نرم که بعدا زیرش میزدن، ولی به هر حال این جنگ قدرت بود که تصویب میشد و به نفع مردم هم بود. 16 مرداد 79 قرار بود که این طرح در مجلس به رأی گذاشته بشه. خامنه ای همون روز یه نامه فرستاد واسه کروبی که رئیس مجلس بود و اونم جلسه مجلس رو غیر علنی اعلام کرد و نامه رو خوند. طرح اصلاح قانون مطبوعات رو نامه رو خوند و طرح اصلاح قانون مطبوعات رو از دستور خارج کرد و پس از اعتراض برخی نمایندگان در جلسه علنی، چون جلسه دوباره علنی شد، پیرامون این اقدام نه تنها به توجیه نامه سید علی خامنه ای پرداخت، بلکه اعتراض نمایندگان را نیز مخالف قانون اساسی دانست. گفت من بحث مفصلی قبل از رسمی شدن جلسه کردم و سیر قضیه را بیان کردم. نامه ای که برای ما آمده بود حکم حکومتی در آن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کردیم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تاکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است. این شما هستید که بر اساس وظیفه عمل نکرده و تذکر داده اید. این اولین بار بود که علنا همه مردم که مثلا نماینده هاشون رو به مجلس فرستاده بودن تابع رأی یک نفر شمرده می شدند و طبق گفته درست رئیس وقت مجلس کروبی در اون زمان، این تابعیت بر اساس قانون همین نظام حکومتی بود. این تابعیت از پیشوا
و به دلیل مذهبی بودن این نظام حکومتی عبودیت نسبت به پیشوا وقتی به طور علنی در برابر قانون مطرح میشه اسمش میشه حکم حکومتی و این حکم حکومتی تا امروز مکرر بود. من به سرعت نمونه های رو خدمتتون عرض میکنم. برداشت ها از صندوق توسعه ملی یا توسعه ارضی اسم قبلش. صندوق توسعه ملی در سال 1379 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارضی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره گیری از آن تأسیس شد. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شد. طبق اساسنامه صندوق هر گونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است. با وجود این سختگیری‌های قانونی اما بندی در قانون وجود دارد که بر اساس آن دولت‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند. یعنی چی؟ فقط مجوز مجلس، مسببه مجلس لازم است برای برداشت از صندوق طبق قانونش. اما موسوی لارگانی با اشاره نماینده مجلس با اشاره به اینکه هر زمان مقام معظم رهبری صلاح بدانند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی داده می شود. یعنی چی؟ چرا؟ مگه قانون نمیگه که مجلس باید تصمیم بگیره؟ بله میگه. خب پس چرا هر زمان مقام معظم رهبری صلاح بدانند ازش برداشته میشه؟ چون او فراتر از قانونه، او رهبر و پیشواست، ولی فقیه و امام زمان ماست. من از نمونه های دیگه درباره صندوق توسعه ارضی میگذرم. میخوام یکی از به اصطلاح افشاگری های احمدی نژاد رو خدمتون عرض کنم. در دوره‌ای که رئیس جمهور بوده است، همین جوری که به تشخیص پیشوا ثروت مردم خرج میشه و بیشتر برای اهداف نظامی بر طبق آنچه هایی که گزارشش رو قبلا دادیم و هست، همه جا میتونین بریم ببینین، در سیاست عرض کردم همینطوره، نه فقط در حوزه اقتصاد. احمدی نژاد که با تقلب انتخاباتی در سال 88 با تقلب انتخاباتی همین علی خامنه ای سال 88 رئیس جمهور شد و میلیون ها مردم معترض و گفت این چند تا خس و خاشاکن و حالا مثلا چیز شده، آزادی خواه شده فلان، واقعا خاک بر سر آزادی که احمدی نژاد بشه آزادی خواه و مدافعش. اخیراً احمدی نژاد، به اختلافاش کاری نداریم، به خامنه ای که میگم بحث امشب نیست، اخیراً میگه خامنه ای حتی نمیذاش رئیس جمهور، هر رئیس جمهوری، رؤسای بانک های دولتی رو حتی نمیذاش خامنه ای تعیین کنه رئیس جمهور. بالاخره شما رئیس جمهوری دیگه، یه نظراتی داری، اینا رو مطرح کردی، میخوای اجراش کنی برای مردم. چجوری باید اجراش کنی؟ اختیار داشته باشی کارتو بکنی. خب دیگه وقتی کوچکترین اختیارات گرفته میشه بعد کار سخت میشه. من به شما گفتم وقتی شما نمیتونی ساعت کار بانک هایی که زیر مجموعه خودتن تعیین بکنی، بعد چطور طرح بزرگ اقتصادی میتونی اجرا کنی؟ حتی ساعت کار بانک های دولتی رو رهبر باید تعیین کنه. این دیگه غیر از تعیین وزرای کابینه و معاونان رئیس جمهوری که دعوای احمدی نژاد با خامنه ای سر معاون رئیس جمهور بود دیگه. الان هم که معاون رئیسی محمد مخبر خودش از بیت فرستادش اونجا. وزرای کابینه رو مگه رهبر تعیین میکنه؟ آخه وزیر رو دیگه. نمایش رأی به وزرای کابینه رئیسی در مجلس یادتونه دیگه، یه نفر که وزیر اطلاعات پیشنهادی نیمچه مخالفتی کرد، رئیس مجلس که همین قالیباف بود گفت اینا رو رهبر تعیین کرده. حالا دیگه بارها پخش کردیم دیگه، الان وقتشو نداریم پخش کنیم. گفت آقا اینا رهبر تعیین کرده و من خودم شاهد بودم که آقای رئیسی به خودم گفت، گفت من این لیست رو بردم پیش رهبر. حرف زیادی هم نزنیم. یعنی رئیس جمهور رئیس دستگاه اجرایی کشور به معنای مرسوم تفکیک قوای سگانه نیست
که وظیفش معرفی کابینه و اخذ رأی برای تک تکشون از مجلس نمایندگان انتخابی مردم و اجرای مسببات مجلس قانونگذاری و حفاظت از قانون اساسی کشور باشه طبق قانون خودشون. اینا همه حقوق بازیه. رئیس جمهور اسلامی ایران وظیفش از روز اول اجرای تصمیمات و فرامین رهبره، اجرای نظر و رأی رهبره به جای اینکه اجرای نظر و رأی مردم باشه. این ظاهر ساده‌ای داره این تقابل، ولی حقیقتش وقتی که بهش توجه نشه میبینیم که در واقعیت به اینجا میرسه. یک نفر به جای 85 میلیون نفر، اون یک نفر که ولی فقیه یا پیشواست، خب طبیعتاً برای اجرایی کردن، برای حکومت کردن دستیارایی لازم داره دیگه که دستوراش و نظراتش رو اجرا کنن. یکی از این دستیار رئیس جمهور. مردم در بهترین حالت دستیار پیشوا رو انتخاب میکنن، نه رئیس جمهور مردمو. این که میگم در بهترین حالت برای اینکه اونم مردم انتخاب نمیکنن. مردم دستیار و مجری شورای نگهبانن، پیاده نظام شورای نگهبانن که پیشاپیش چند نفر رو تعیین میکنه، مشخص میکنه که اینا فقط میتونن دستیار رهبر بشن. حالا مردم به عنوان پیاده نظام شورای نگهبان برین تو خیابون محلای رای به یکی از اون 3-4 نفر رای بدین، اونا رو که ما تعیین کردیم. شورای نگهبان که اونم کارگزار و گماشته پیشواست، 12 نفر عضو داره، میدانید که 6 تاشون به عنوان فقهای شورای نگهبان که حرف تعیین کننده در شورای نگهبان میزنن، اون 6 تا رهبر تعیین میکنه مستقیم، 6 تا دیگه شون هم که مثلا حقوقدانان شورای نگهبانن باز با نظر رهبر تعیین میشن، با نظر رئیس قوه قضاییه که قبلا رهبر تعیینش کرده تعیین میشن. یعنی همه راهها به رهبر ختم میشه. مردم کش انتخابات نمایش رقت انگیز نظام شترگاه پلنگ جمهوری اسلامی. از حکمای حکومتی که اثر بلاواسطه بر جان 10,000 نفر ایرانی گذاشت بلافاصله، منع ورود واکسن کرونا بود. در 19 دی ماه 99 ورود واکسن‌های معتبر سازمان بهداشت جهانی رو خامنه ای ممنوع اعلام کرد، چون گفت توشون میخوان دستکاری نژادی بکنن. دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد 20 مرداد 1400 انگار نه انگار که 10,000 نفر به دلیل فرمان فاشیستیش در 6 ماه گذشته مردن، میاد سخنرانی میکنه. ببینین، گوش بدین، اول وقاحتشو ببینین که انگار داره به یه نفر دیگه که نذاشته واکسن وارد کشور بشه و مسبب این وضع شده داره اعتراض میکنه. به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا 10,000 نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. بعد کارشو و جنایتشو علیه 10,000 ایرانی به شکل مسخره توجیه میکنه. توجیهش میگه مسخره است، مسخره است. میگه واکسن ایرانی وارد بازار که شد، راه باز شد برای واردات واکسن خارجی. فلان به فلان چه ربطی داره؟ هر کس هر زمان تونست این توجیه خامنه ای رو انصافاً با منطق توضیح بده رو سر بنده جا داره. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان‌تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت، مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیر.
این که میگن دیکتاتورها آدمهای حقیری هستن کم ندیدیم تو ایران. همین نمونه ای که پخش کردیم، دست و پا میزنه تا نگه من مجرمم. گیریم که جناب عالی آقای خامنه ای تصمیم درستی گرفتی که واکسن وارد نشه، گیریم. کجای شرح وظایف رهبر در قانون اساسیتون که تو رو کرده رهبر مطلقه کشور؟ در قانون اساسی، در شرح وظایفت، کجا مجوز واردات و صادرات به تو مربوط میشه؟ هیچ جا. پس چرا این جنایت رو کردی؟ چون رهبر و پیشوای نظام مقدس هم و سرنوشت کل و جزء نظام مقدس و همه مردم زیر سلطه این نظام مقدس با من است. در مناسبات بین المللی هم حکم به رهبره. مجلس و قانونگذاری و اینا همه کش که رهبر تصمیم میگیره با آمریکا مذاکره نشه، نمیشه. بعد تصمیم میگیره بشه، میگه نرمش قهرمانانه بکنیم، میکنیم، مذاکره میشه. یه نفر تصمیم میگیره و توسط گروه های وفادار اطراف خودش تصمیماشو ابلاغ و اجرا میکنه. اینا همه نشانه هاییست از اینکه خامنه ای هم خودش شباهت های بسیار داره با رهبران حکومت های فاشیستی قرن بیستم و هم حکومت برساخته او یک نظام فاشیستی است. فرصت داریم عرض کنم خدمتون که فاشیسم چند خصوصیت مشخص داره. براتون بگم که یک، داشتن یک رهبر کاریزماتیک، رهبری که به واسطه به اصطلاح جذابیت منحصر به فرد به هر دلیل محبوبیت فوق‌العاده اجتماعی و عمومی داره بین مردمش. خمینی رو بعضی‌ها یک رهبر کاریزماتیک میدونن که این خصوصیت رو داشت. درباره آدم خوبا و آدم بدا حرف نمیزنیم، ما داریم درباره خصوصیات کاریزماتیک و رهبر کاریزما حرف میزنیم. خامنه ای این کاریزما و این محبوبیت و جذابیت رو نداشت دیگه. اگه داشت که اونجوری حرف نمیزد که در مجلس خبرگان، دیگه همه میدونیم دیگه، نداشت. اما امروز در بین وفادارانش که اقلیتی از جامعه هستن این جذبه رو داره، جذبه ای که بیشتر با گسترش ترس و وحشت نسبت به عدم وفاداری به او در جامعه همراهه. میبینیم جذب در پیشوا همون ذوب در ولایت، جذب در پیشوا در فاشیسم همون ذوب در ولایت. بعد ویژگی های دیگرش، یهود ستیزی در فاشیسم قرن بیستم، یهود ستیزی در فاشیسم به قول خودشون در جهت پاکسازی نژادی بود دیگه، برای کوبیدن پرچم پاک نژاد برتر بر قله عالم. یهود ستیزی جمهوری اسلامی و غرب ستیزیش به قول خود خامنه ای، به قول خودشون به طور کلی و وفاداراش، در جهت پاکسازی بشر از شیاطین و باورهای شیطانی است. از که شیطان بزرگ خمینی یادتونه دیگه، یعنی نه شیاطین تخیلی، باورهای شیطانی، یعنی باورهای غیر جمهوری اسلامی و شیاطین، شیطان بزرگ آمریکا و دیگران. برای چی؟ هدف چیه؟ کوبیدن پرچم پاک امت برتر، امت واحده اسلام بر قله عالم. خامنه ای افزون بر یهود ستیزی، دشمنی نژادی با غرب رو هم در ذات ایدئولوژیش واقعا تبلیغ میکنه. نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هن، اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینا هن. اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. این نمونه رو از خامنه‌ای در جهت نژاد ستیزیش پخش کردیم برای اینکه بگم نه فقط یهود ستیزی بلکه حتی نژاد پرستم هست. نژاد پرستیش مثل نژاد پرستی
رهبران فاشیست در مقابل بخشی از مردم جهان. یهود ستیزی هم من درباره نمیدونم یکی دو نفر یا مثلا یهودی های فلانجا صحبت نمی کنم. یهود ستیزی امروز در اسرائیل ستیزی تجلی پیدا میکنه، یعنی در دشمنی با کشوری به نام اسرائیل که اکثریت قریب به اتفاق شهروندانش یهودیان و میدانیم که مأمن یهودیان بعد از جنگ جهانی دوم شد. اینا دیگه واقعیت‌های تاریخی است، به اعتقادات افراد هیچ ربطی نداره و در سیاست واقعیت هاست که سخن میگوید. حالا مورخ آمریکایی که آدم بسیار معتبری است با کتاب‌هایی که منتشر کرده، لارنس دبلیو بریت، با بررسی حکومت‌های فاشیستی قرن بیستم در اروپا و آمریکای لاتین چند ویژگی مشترک رو در حکومت‌های فاشیستی معرفی کرده که ببینین انگار توصیف نظام جمهوری اسلامی است. تحقیر به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر یک خصوصیت، تعیین هویت واحد برای دشمن به عنوان مقصر همه گرفتاری ها و در ضمن تعیین هویت واحد برای دشمن به عنوان عامل وحدت امت خودی، برتری طلبی نظامی، یکی از خصوصیات های بارز فاشیسم. فارغ از اینکه سپاه پاسداران در ایران چه دست بالایی در همه اقتصاد سیاست و فرهنگ کشور به اصطلاح داره، نظامی بودن حتی وزیر کشور و استانداران و فرمانداران در دولت رئیسی به این معناست که این خصوصیت فاشیسم در جمهوری اسلامی در طول 43 سال گذشته چقدر تقویت شده و روند آماده سازی برای درگیری با جهان رو مثل همه حکومت‌های فاشیستی به سرعت دنبال کرده تا امروز. ویژگی بعدی از دید لارنس بریت، تبعیض جنسیتی گسترده. دولت‌های کشورهای فاشیستی تمایل دارند تقریباً منحصر به حکومت مردان باشند. تحت رژیم‌های فاشیستی نقش سنت‌ها استوارتر می‌شود. مخالفت با سخت جنین بسیار زیاد است. همینطور قوانین ضد همجنس خواهی زیاد است. کنترل رسانه‌های گروهی در ایران فقط صدا و سیما رسمیت داره. اجازه داره است. در هم پیچیدگی دولت و مذهب، حکومت‌های فاشیستی تمایل دارند رایج‌ترین مذهب در کشور را به عنوان ابزاری جهت دستکاری افکار عمومی مورد استفاده قرار دهند. تشیع. سرکوب طبقه کارگر، از آنجا که قدرت سازماندهی طبقه کارگر تنها تهدید واقعی برای یک حکومت فاشیستی است، سرکوب خشن طبقه کارگر در دستور کار قرار می‌گیرد. وسواس فکری دائمی در برابر جرم و مجازات، این دیدگاه توهمی خامنه‌ای درباره دشمن دیگه که سرایت می‌کنه در همه دستگاه‌های پلیسی و غیره و غیرش. در رژیم‌های فاشیستی اغلب برای وادار کردن مردم به اجرای قوانین قدرت نامحدودی به پلیس داده می‌شود. ببینید دقیقا انگار جمهوری اسلامی رو گذاشته آینه در این 43 سال گذشته رو آج 43 سال گذاشته. پارتی بازی گسترده و فساد، رژیم های فاشیستی تقریبا همیشه توسط گروهی از دوستان و وابستگانی اداره می شود که یکدیگر را به پست های دولتی منصوب کردند. باور کنید من هیچ چیز رو تغییر ندادم. این 14 ویژگی فاشیسم رو از کتاب که یه بار دیگه حالا اگه میشه نشون بدیم اون سند رو، از کتاب مورخ معتبر جهانی در واقع لارنس دبلیو بریت. و یکی دیگه از ویژگی ها انتخابات فریبامیز. ترجمه این مطلب رو من خدمتتون عرض کنم، میخواین به قول علما گوگل کنین و پیدا کنین، متن فارسیش هم هست که مجله ویستا ترجمه کرده بود، نمیدونم چه سالی این مقاله رو، و حالا ترجمهش خیلی کامل و درست نبود ولی به هر حال
درود بر کسی که اینو ترجمه کرده بود به صورت یه مقاله کوتاه و البته فقط ویژگی‌ها رو ترجمه کرده بود در مجله ویستا و مجله ویستا که اینو منتشر کرد. خب ببین ویژگی‌های مشترک دیگری هم دسته‌بندی شده، مثل نفوذ در بین عقب مانده ترین اقشار جامعه و کسب حمایت از بین این اقشار، که میدانید که عقب مانده ترین اقشار جامعه همیشه طرفدار رژیم‌های فاشیستی بودن، در واقع پوپولیزم ارتجاعی که احمدی نژاد درش مخصوصا ید طولایی داره همه میشناسه. یا ویژگی مثلا مشترک داشتن نیروی ویژه لباس شخصی که تو همه حکومت‌های فاشیستی مشترک بوده، تو همه‌شون، در جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. در دایره المعارف هولوکاست اجازه بفرمایید براتون بخونم: هیتلر در نخستین ماه‌های صدر اعظمی خود سیاست مشترک هماهنگ سازی را آغاز کرد که بر اساس آن سازمان‌ها، احزاب سیاسی و دولت‌های ایالتی مجبور شدند خود را با اهداف نازی‌ها وفق داده و همگی تحت رهبری آنها قرار بگیرند. فرهنگ، اقتصاد، آموزش و پرورش و قوانین تحت نظارت بیشتر نازی‌ها قرار گرفت. اتحادیه‌های صنفی برچیده شدند و کارگران، کارفرمایان و کارمندان به اجبار وارد سازمان‌های نازی شدند. حزب نازی تنها حزب سیاسی مجاز در آلمان بود. رایشتاگ یا پارلمان آلمان، مجلس شورای اسلامی، به ماشین تأیید دیکتاتوری هیتلر تبدیل شد. اراده پیشوا مبنای سیاست‌های دولت قرار گرفت. هیتلر ارباب حکومت بود، اگه خامنه‌ای ارباب حکومت نیست در یک کلام، و این در آلمان نازی، این آنچه هایی که خدمتتون عرض کردم به عنوان آموزش در ذهن بچه‌ها، مغزشویی جامعه از مدارس شروع می‌شد. این ایران جمهوری اسلامی. مدارس نقشی مهم در اشاعه عقاید نازی‌ها در میان جوانان آلمان ایفا می‌کردند. در حالی که سانسورچی‌ها برخی از کتاب‌ها را از کلاس‌های درسی حذف می‌کردند، آموزگاران آلمانی به معرفی متون درسی جدیدی می‌پرداختند که به دانش آموزان عشق به هیتلر، اطاعت از مقامات حکومتی، نظامیگری، نژادپرستی و یهودستیزی را می‌آموخت. و مرحله بعد سازمان جوانان هیتلر که هدف اصلیش تربیت پسران برای پیوستن به گروه ضربت، یکی از تشکلات شبه نظامی حزب نازی در واقع، یعنی بسیج در جمهوری اسلامی. ببینید من اینا رو گفتم نه فقط برای اینکه فاشیسم رو شناسونده باشم یا ویژگی های مشترکش با جمهوری اسلامی گفته باشم، برای اینکه مخصوصا مکس کردم که بگم نظام های فاشیستی قرن بیستم با بحران سازی در کشورهای دیگه و جنگ و کشورگشایی به هدف گسترش ایدئولوژی خودشون، آخرش در آتش جنگ هایی که خودشون باعثش بودن از بین رفتند. سلول های مقاومت و جنبش مقاومت ضد فاشیستی که از دل جامعه برآمده بود، البته همزمان در شکست این نظام های سیاسی بسیار تعیین کننده بود. ببینین مذهب و سوء استفاده در واقع از دین و مذهب برای رهبر در نظام مقدس جمهوری اسلامی چجوری میشه؟ به قول آیت الله طالقانی بدترین استبداد، استبداد دینی است حتی از فاشیسم قرن بیستم بدتر. بریم پرده آخر. 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شد، در حالتی که داشتن قضا میخوردن آبوشت اینو تلید کرده بودن، داشت مخورد، حضرتشی خوردن و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ گفتم نه. فهمود چون شما آقای خامنه ای رو تقویت میکنید. شب و روزگار خوش.